نام خدا شاگرده عزیز و گرامی سلام خوب هستین بخیر هستین جور و سهدمند باشین شاگرده عزیز با مضمون ریاضی سنف هشتم بسیار خوش آمدین شاگرده عزیز و گرامی مضمون ریاضی صنف هشتم هستیم درست است؟ و فصل ششم فصل ششم ما شما چی است؟ مساحت و احجام درست است که درس گذشته تازه در فصل شروع کردیم و امروز درس دوم هم میخوانیم با هم دیگه خب در رابطه با مساحت درس گذشته صحبت کردیم گفتیم مساحت یک شکل که ما وقتی ما شما میگیم به عنوان مثال 9 سانتی متر مربع است معنایش است که با 9 تا مربع واحد سانتی متر میتونیم داخل او شکل سطح داخل او شکل کاملا پر کنیم یا بپوشانیم درست است در رابطه با حجم به این گفتیم گفتیم وقتی میگیم حجم یک شکل ما و شما یک جسم ما و شما حق... حجم شخص به عنوان مثال دوازده سانتی متر مکعب است صحیح است معنای چی است گفتیم با دوازده تا چی مکعبی که مکعب م... مکعب مربع میفهمید دیگه نه که طول عرض ارتفاع از او یک سانتی متر باشد با چی دوازده تا از او, او میتونیم فضای داخل از او جسم کاملا پر کنیم پس حجم و مساحت کاملا فهمیدیم و فرقش هم فهمیدیم چی است مساحت ما و شما دو بعدی است اما حجم ما و شما سه بعدی است درست است و طول طول واسه میگیم طول یک تا مثلا چی پنسل چه خاص او یک بعدی است فقط با میگیم که چند مثلا 12 سانتی متر پس فقط سانتی متر بگیم میشه یک بعدی سنت... دو بعدی رو با چی بگیم سانتی مربع و سه بعدی رو میگیم سانتی متر مکعب مربع رو با توان نشان میدهیم. مکعب با توان سه اینا رو جلسه پیش ما و شما خواندیم درست است اما درس امروز ما و شما مساحت و حجم منشور را میخوانیم اول ما تعریف میکنیم منشور چی است بعد مساحت و حجم منشور را میتونیم دریافت کنیم فرمولش براتون میگیم و شما باید چی کنید دوره دریافت کنید البته درس گذشته ما و شما مساحت و حجم مکعب مستطیل خواندیم مکعب مستطیل گفتیم چی است دیگه نه یک شش... چی است شش تا وجه دارد که بالا و پایین برش میگیم قاعده و اون مستطیل اطراف با اون چی میگیم با اون گفتیم بدنه منشور است یا سطح جانبی به او گفته میشه آل ما وش مکعب مستطیل آل ما امروز منشور را میخوانیم و میبینیم که مکعب مستطیل خودش یک منشور است پس منشور تعریف کلیش هم میگیم است و طریق دریافت مساحت کل مساحت جانبی و حجم چی منشور ما و شما فرمولش می و میتونیم دریافت کنیم اما قبل که بریم سر تخته درس شروع کنیم کارخانه درس گذشته رو باید به با ما روان میکردین از طریق واتساپ نمبرشم ۲ صر ۹۶چ 5 ۲۵۵ ۴ 1۳ درست است پس بریم سر تخته و منشور شروع میکنیم که منشور چی است پس بریم سر تخته شاگردای عزیز <applause> خب شاگردای عزیز و گرامی درس امروز ما به شما چی است منشور منشور چی است میگه منشور تعریف میکنه به این شکل منشور یک شکل سه یا یک جسم جسم می فهم سه است اگر بگیم جسم میگیم جسم سه است اما اگر شکل بگیم باید بگیم یک شکل سه یک شکل سه که چی است دارای دو قاعده است قاعده هم با... دقیقاً مثل چی مثل مکعب مستطیل بالا و پایین از چی میشه قاعده قاعده ما شما چند ضلعی است دقت کنید چند ضلعی است یعنی دایره اگر باشه دیگه منشور نیست او رو به اون میگیم باز استوانه که باز درس بعد ما شماست پس قاعده بالا و پایین شکل ما و شما شکل سبودی ما و شما باید چند زلی باشد و بدنه منشور از چند تا مستطیل تشکیل میشه حالا چند تا مستطیل است نظر به چند زلی بودن قاعده است اگر قاعده ما و شما بالا و پایین چهار زلی باشد منشور ما و شما چهار تا بدنه چهار تا مستطیل میشه اگر پنجزلی زلی باشد بدنش 5 تا مستطیل میشه صحیح است اگر قاعده سه زلی باشد بدنه از ما و شما بدنه منشور ما و شما چی میشه سه تا مستطیل میشه مثل قدرس گذشته که ما و شما مکعب مستطیل خواندیم درست است مکعب مستطیل خواندیم این یک مکعب مستطیل است درست است و اینو یک منشور هم میتونیم در نظر بگیریم قاعده بالا و پایین یک تا چی است یک چهار است و چون چارزل چهار است پس بدنه چهار تا چی میشه مستطیل میشه اگر قاعده بالا و پایین ما و شما پنج زلی باشد بدنه پنج تا مستطیل جور میشد اگر قاعده بالا و پایین سه ضلعی باشد بدنه چند تا میشه سه تا مستطیل میشه پس منشور رو تعریف میکنیم منشور چی است منشور یک شکل سبعدی است یا یک جسم است جسمی که تعریف میکنیم که دارای دو قاعده بالا دو قاعده که قاعده آنها چی است دو تا چند است و بدن منشور از چند تا مستطیل تشکیل می شود درست است پس من نوشتم میکنم میگیم که یک شکل سبعدی که دارای دو قایده می باشد و قایده آن دو چندزلی است و قایده آن دو چندزلی است خب بدنه منشور از چند مستطیل تشکیل می شود و بدنه منشور از چند مستطیل تشکیل می شود صحیح شد شاگرد عزیز پس منشور تعریف کردیم یک شکل سبودی که دارای دو قایده می باشد و قایده های آن دو چنزلی است سعی شد و بدن منشور از چند مستطیل تشکیل می شود من شکلش براتون نکشم به عنوان مثال ما و شما به یک شکل اگر باشد بان کمی مثلث را کلانتر بکشم به شکل یه چی هست؟ یک تا منشور است که قاعده بالا و پایین دو تا چی هست؟ دو تا مسلس هست و بدن چی؟ سه تا چی داریم؟ مستطیل داریم اگر منشور ما و شما به این باشد یک تا چی باشد شاگرد عزیز؟ یک قایدش چهارزلی باشد یا باید به همدیگه چی کنیم؟ وصل کنیم به این شکل میشه یک منشور چی بهش میگم منشور چارزلی منشورا رو شاگرد عزیز منشورا رو ما نظر به قایدش نامگذاری میکنیم پس یک منشور سیزلی نام نامیده میشه و یک منشور چارزلی نامیده میشه پس مکعب مسی هم مکب مستتیل خود ماست دیگه مکب یک منشور چارزلی است ما منشور پنجزلی هم داریم شش زلی هم داریم درست است پس به نظر به قاعده نامگذاری میشه اگر قاعده ما و شما پنج باشد منشور ما و شما پنج میشه صحیح و پای بدنش 5 تا دا مستطیل دارد خب پس منشور فامیدیم منشور چی؟ منشور فیولی پس من این نوشته میکنم منشور سه ایده ای چی نامش چی هست؟ منشور چهار منشور پنج زلی هم داره شش ولی هم داره و میتونید بکشین در کتابتان اگر نگاه کنید دقیق یار کشیده و میتونید بفهمید چهار ولی پنج ولی شش زلی، سه است؟ خب پس امو مکعب مستطیلی که ما شما خواندیم یک منشور چی است چهار زلی است خب حال منشور پس چی است ما سه زلی هم داریم چهار زلی هم داریم پنج زلی هم داریم حال مساحت کل منشور یا مساحت جانبی مساحت جانبی رو درس گذشته گفتیم مساحت جانبی میشه اون بدنه منشور فست. دایی اگر مثلا جانش میخوایم دریافت کنیم باید چی کنیم باید همین سه مستطیل اطراف منشور را چی کنیم مساج دریافت کنیم میشه مساج جانبی اگر مساج کلش رو بخوایم دریافت کنیم مساج جانبی که دریافت کردیم قاعده ها هم دریافت میکنیم با هم دیگه چی میکنیم کلش جمع میکنیم و حجم منشور سوال اصلی ما اوی است که حجم منشور چه رقم دریافت میشه دایی چی بود در مکمل اگر اگه در درس گذشته گفتیم طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع اما ما یک فرمول باز براتون میگیم می میکنیم دفتر پاکت باز نوشته میکنیم فرمول حجم منشور میشه مساحت قایده ضرب در ارتفاع قاعده ما شما چی باشد مستطیل است مثلث است یا مستطیل است یا پنجلی است فرق نمیکنه شما اگر مساحت قایده را داشته باشید بتونید دریافت کنید مساحتش در ارتفاع اگه ضرب کنید چی میشه حجم منشور دریافت میشه درست است ده سوالا اگر به ما شما شکل پنجزلی مثلا منشور پنجزلی به ما و شما بده 100 فیصد مساحت قایدر به ما و شما میده خودش سوال به ما میده ارتفاع رو به ما و شما میده ما در هم ضرب میکنیم میشه حجم منشور درست است اما ممکنه اگر به شک باشد یک تا چی باشد مثلث باشد قایدش یا مربع باشد یا مربع چی مستطیل باشد طول و عرض رو میده ما و شما خود ما میتونیم مساحت قایدر دریافت کنیم صحیح شد پس اگر قاعده ما و شما شکلایی باشد که ما مساحت بیاد داشته باشیم فرمولا رو یاد داشته باشیم بتونیم دریافت کنیم و ما و شما از لا اما اگر قاعده رو با نام مثال 5 زلی داد 6 زلی داد ما و شما فرمول 5 زلی و 6 زلی رو فعلا یاد نداریم درست است پس مساحتش به ما شما خود سوال مساحت به ما شما خودش میده ما و شما میتونیم مساحت در ارتفاع ضرب کنیم تا حجم دریافت کنیم درست است پس من تختر پاک میکنم چند مثال از کار میکنم که مساحت کل مساحت جانبی و حجم منشور را بتونیم دریافت کنیم درست است پس من پاک می خب شاگرد عزیز یک مثال کار میکنیم مثال و ما شما گفته که مساحت کل و حجم و حجم منشور فضلی رو دریافت کنید منشوری را دریافت کنید را دریافت کنید که قایده آن یک مسلسه که قایده آن مسلسه قایده ها باید بگیم چون دو تا قایده داریم دیگه قایده بالا و قایده پایین انتباق پذیر است مساوی است دیگه پس یک تاش اطلاعات یک تاش داشته باشیم اطلاعات دیگه را ما شما داریم فرق نمی کنه دریافت کنید که قایده آن یک مسلسه چی باشد یک مثلث متساوی الاضلاع بازل دو دو سانتی متر و ارتفاع منشور چند باشد؟ چهار سانتی متر باشد. خب گفته که مساحت کل و حجم منچور رو دریافت کنید که قاعده آن یک مثلث متساوی ازلا به زل دو سانتی متر و ارتفاع منشور چهار سانتی متر باشد. سیست. پس این گفته دریافت کنید خب شاگردای عزیز اول ما بریم شکلش رو که ببینیم چه رقم میشه پس به ما شما گفته یک تا چی داریم شاگرد عزیز یک تا منشور سه زلعی داریم چون وقت قاعدش یک مثلث باشد منشور ما و شما سه زلعی میشه پس به این شکل است یک تا مثلث چی میکشم ما؟ مثلث متساوی الاضلاع سه تا باید با هم چی باشد مساوی باشد هر زلش هم دو سانتی متر است درست است پس به شک میشه تقریبا چنین شکلی میشه حالا ما کمی گفتم که خوب نیست شما خودتان دقیق بکشید سیست این میشه منشور ما و شما خب شاگرد عزیز ارتفاع با ما و شما چه چند چه داده 4 سانتی متر و این زل به ما و شما داده 2 سانتی متر زل قاعده را سیست پس این منشور ما و شماست خب شاگرد عزیز من اول چی میکنم قاعده ما و شما یک مثلث چی است مثلث مثلث متساوی از که زل هایش هست زلش دو سنتیمتر است این سه تا زل با هم مساوی است و هر کدامش دو سنتیمتر است. ما مساحت کل از ما و شما خواستم مساحت کل مساحت کل گفتیم مساحت چی میشه؟ میشه سطح جانبی رو دریافت میکنه و مساحت قاعده بالا و پایین هم دریافت میکنیم کلش با هم دیگه جمع میکنیم خب شاگرد عزیز این منشور س... س زلی ما شما چندتا بدن چند تا مستطیل است سه تا مستطیل دارد که یعنی چه است یعنی عرض مستطیل میشه دو و ارت... طولش هم چه است هم ارتفاع ما شما چهار است دیگه صحیح است پس ما سه تا بدن منشور ما شما سه تا مستطیل است که طولش چهار است عرضش دو است صحیح است پس ما مساحت رو دریافت میکنیم پس اس جانبی اسم جانبی یا بدنه برش میگیم سه تا مستطیل است پس یک تا مستطیل ما دریافت میکنیم زب در سه میکنیم اسم جانبی دریافت میشه پس چی است چهار زب در دو یا دوی زب در چهار درست میشه چند این را باز جوابش باید زب در سه کنیم چون سه تا چی داره بدنه ما شما سه تا مستطیل دارد خب دو زب در چهار چند میشه 8 میشه سه سه میشه چند 24 پس میشه چی مساحت جانبی ما شما شاگردای عزیز دقت کنید یک فرمول بر مساحت جانبی ما شما میتونیم دریافت کنیم میگیم محیط همی قاعده یعنی ست زل با هم دیگه جمع کن دو جمع دو جمع دو میشه 6 ضرب در ارتفاع او هم چی میشه میشه فرمول مساحت جانبی محیط قاعده ضرب در ارتفاع میشه فرمول مس... مساحت جانبی یعنی مساحت فقط همون بدنه خب مثلا جانب از این طریق هم میتونیم درف از اون فرمول هم میتونیم درف کنیم محیط دایره ما شما چه چی میشه دوی جمع دوی جمع دو میشه چند میشه 6 ارتفاع ما چند است 4 است 6 4 میشه 24 دقیقه نمی میشه پس فرق نمیکنه این رقم درف میکنی از او فرمول کار میکنی پس ما نوشته باز بر با در با نوشته میکنیم که محیط قاعده در ضرب در اتفاق کنیم چی میشه مساحت جانبی میشه حالا مساحت کل از ما و شما خاص یعنی مساحت جانبی دریافت کنیم مساحت کل ما با مساحت دو تا قاعده رو دریافت کنیم با یا جمع کنیم و چی میشه مساحت کل میشه خب ما شما چی داریم یک مثلث قائم زا... یک مثلث متساوی و از لا داریم سه تا زیرش با هم مساوی است خب مساحت زیر با دریافت کنیم ما در اینجا شکلش میکشیم شکل در شمی. عزیز نگاه کنید ما یک مثلث چی داشته باشیم به عنوان مثال مثلث متساوی از داشته باشیم باید کلانتر بکشیم که دقیق ببینیم یک مثلث متساویل از دا داشته باشیم شاگردهای عزیز یعنی مثلث متساوی از لای ماو شماست زیل هایش است دو است دو دو خب ما و شما فرمول مساحت مثلث چی است قاعده در ارتفاع زبدر در یک بر دو یا تقسیم بر دو فرق نمی کنه صحیح است خب ارتفاع ما و شما چی میشه ارتفاع ما و شما دقیقاً اینی میشه ارتفاع ما و شما یعنی ارتفاع مثلث میشه یعنی خب و اینو میفهم در مثلث متساوی الاضلاع ارتفاع دقیقاً زل مقابل دو نیم میکنه یعنی چی است پس یعنی دو سانتی متر در اینجا میشه یک سانتی متر یا میشه یک سانتی متر صحیح است پس این میشه ارتفاع ما و شما یعنی میشه قاعده قایده دو است ارتفاع چه ارتفاع بدیم دریافت کنیم خب چرا رقم ارتفاع دریافت میکنیم چون مثلث در اینجا ارتفاع زاویه 90 درجه است یک تا مثلث قایم زاویه میشه از رابطه فیسا قرص دریافت میکنیم پس ما ارتفاع میتونیم اینی دریافت کنیم صحیح پس دو مربع مساوی اون نامش x میگیرم x مربع جمع یک مربع صحیح نه یعنی فرمول رقم شد دیگه نه دو مربع دو این وتر ما و شما سگ دهیم مثلث قائم کوچک سمت چپ در نظر بگیرین. دو وتر است وتر یک طرف است یعنی x مربع جمع یک مربع پس دو مربع ما و شما میشه 4 مساوی با x مربع جمع یک مربع هم یک میشه یک دو انتقال میدیم پس میشه 4 منفی یک. 4 منفی 1 مساوی با x مربع که 4 منفی 1 چند میشه سه میشه پس x مربع ما و شما هست 3 پس نتیجه اینجا نوشتم میکنم x مربع ما و شما هست 3 پس x ما و شما میشه چند؟ x ما میشه جذر 3 پس چی از ارتفاع ارتفاع خود قاعده ما و شما و یک مثلث است ارتفاع شد جذر 3 پس ارتفاع زب در قاعده که هم قاعده ما چند است؟ دو است دیگه نه؟ ارتفاع زب در قاعده تقسیم بر دو انجام میدیم یا زب در یکی بر دو فرق نمیکنه پس من برم اس قاعده رو درفت میکنم اس مثلث است اس مسئله ما و شما چی است؟ گفتیم که الان عمل این شکل کشیدیم ارتفاعش میشه چند جذر سه قاعده هم همین میشه دو پس میشه دو ضرب در جذر سه ضرب در یک بر دو صحیح است خب این دوره که از دو این اختصار کنه فقط جذر سه میمانه پس چی است مساحت مثلث میشه جذر سه حالا چند تا مثلث داریم دو تا یک تا بالا یک تا پایین پس باید چی کنیم دو تا از رو با هم جمع کنیم جذر سه جمع جذر سه جذر شش نمیشه میشه دو تا جذر سه شاگرد عزیز پس مساحت کل ما و شما مساحت کل cool. مفاهیم شبا دو جذر سه چرا دو چون دو تا قاعده داریم قاعده بالا و قاعده پایین یک تا قاعده شده جذر سه مساحتش سه حال شده چی دو تا بر دو تا جذر سه جمع و مساحت جانبی ما شما چند شده بود 24 شده بود 24 یا رو با همدیگه جمع نمیکنیم کنیم سه است چون هست چی است اشاره چی است این جذردار دو جذر سه جمع 24 تا اینجا خوب فهمیدی سه است پس چی است شاگرد عزیز این شد مساحت کل ازی. چی رو ما و شما تا نیستیم دریافت کنیم اما حجم منشور رو بخوایم دریافت کنیم حجم منشور رو من فرمولش اینجا نوشته میکنم v v میشه چی حجم منشور پس من نوشته کنم v منشور خب شاگرد عزیز فرمولش میشه اس قاعده ضرب در h. h ما ما شما چی است ارتفاع خب اسم قاعده رو ما و شما دریافت کردیم قاعده چند شده بود اسم دریافت کردیم شد جذر سه. صحیح پس وی ما ما شما چی میشه اسم قاعده جذر سه. ضرب در ارتفاع ما و شما ارتفاع خود منجور ارتفاع منجور با ما و شما چند داده سوال 4 داده ضرب در 4 میکنید شاگرد عزیز 4 در تحت جذر ضرب نکنی یا صحیح نه که جذر 12 در عدد پشت جذر عدد پشت جذر نداره یک تا یک دارد در پشت جذر ضرب میکنیم پس وی ما و شما چی میشه میشه 4 جذر 3 عزیز چون چی است چون شاگرد عزیز حجم است پس میشه سانتی متر مکعب در اینجا هم که مساحت ما دراف کردیم کجا بود مساحت ها باید چی باشد سانتی متر مربع یا رو باید نوشته کنیم صحیح پس میر نوشته میکنیم یا یاد ما رفته بود نوشته کنیم دو جذر سه جمع 24 چی است کلش سانتی مربع و هم ایم... چی بود سانتی مربع چون مساحت است دیگه مساحت با چی باشد؟ مربع باشد این هم 24 سانتی مربع سانتی متر مربع صحیح؟ پس شاگرده عزیز مساحت کل و حجم منشور رو دریافت کنید که قاعده آن یک مثلث متساوی الاضلاع به ضلع 2 سانتی و ارتفاع منشور چی باشد؟ 4 سانتی متر باشد تا نیستیم دریافت کنیم فهمیدین چی رقم شد دیگه نه پس شاگرده عزیز فرمول حجم منچور چی میشه؟ مساحت قایده ضرب در ارتفاع ما و شما قایده هم در مساحت دریافت کنیم در ارتفاع منچور ضرب کنیم تا چی شود؟ حجمش دریافت شود امالی ما مساحت قایده قایده ما و شما یک مثلث بود اسم مثلث دریافت کردیم شد جز... در کجا دریافت کردیم؟ از اینجا دریافت کردیم چون ارتفاعش از رابطه فیساخورس دریافت کردیم نه؟ ارتفاع شده جزر سه خود قایده مثلث هم چند است؟ دو است یعنی یک با یک دو میشه دیگه درست است؟ پس جزر سه زب در دو میشه دو جزر سه دو جذر سه و ضرب در یک بر دو هم داریم در فرمول دیگه فرمول م... م... مساحت مثلث یاد داریم قاعده ضرب در ارتفاع ضرب در یکی بر دو که کیس... دو که دو اختصار شده شده جذر حالا دهی ای مس قاعده ش همو جذر سه شده بود دیگه نه ارتفاع ما شما هم 4 است پس جذر سه ضرب در 4 میشه 4 جذر سه سانتی متر مربع مکعب ببخشید چون توان سه دارد چون حجم است درست است شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز درس امروز ما و شما خلاص شد درست است شاگرد عزیز مفاد و حجم من چونم خاندیم درست است پس من این تیک مارک میکنم مفاد و حجم من چونم خاندیم اما کارخانگی تمرین های صفحه 142 کتاب باید حل کنید به ما روان کنید از طریق واتساب نمبرش هم 20964 780 255 درست است شاگرد عزیز پایان درس دوم از فصل ششم خب، عزیزان مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا